سلام، من شهریار هستم. اینجا پارسی تیوی با برنامه دیگه اومدیم خدمتتون. این بار در مورد ایبو تاتلیسس، خواننده پرطرفدار و محبوب ترکیه و حواشی اخیرش در رابطه با ازدواج با دختری 25 ساله. پس تا پایان این ویدیو همراه ما باشید. قبل از شروع دکمه لایک رو بکوبید و ما رو سابسکرایب بکنید و برای اینکه قبل از همه از ویدیوهای جدید ما هم مطلع بشید، زنگوله کنارش رو بزنید. ابراهیم تاتلیسس متولد 1 ژانویه 1952 در ترکیه، خواننده، بازیگر و تاجره. به علت فقر خانواده تا ابتدایی بیشتر درس نخوند. سپس از کاریری ساختمون شروع کرد و در 16 سالگی وارد عرصه موسیقی شد و حالا یکی از مشهورترین خواننده های ترکیه. معادل ایرانیش روز دهه 1330 در شهر شانلیورفه از پدری کرد زبان به نام احمد و مادری با اصالت عرب به نام لیلا به دنیا آمد. او بزرگترین فرزند از 7 فرزند خانواده است که کودکیش با زندانی بودن پدر در بدبختی شروع شد. دوران کودکیش با فروش آب و کارگری ساختمون گذشت. اونها به قدری فقیر بودند که در 8 سالگی اولین کفش تازه و در 10 سالگی اولین شلوار نو رو پوشید. از دوران کودکی و نوجوانی همانند همه ساکنین اورفا با ترانه های محلی بزرگ شد تا اینکه در مراسم های سنتی مثل تعزیه خوانی کنار بزرگان آواز کارش رو شروع کرد. ایبو اوایل نوجوانی برای فروش نخودچی به استانبول رفت، سپس کارگر فروش آهنالات ساختمانی شد تا اینکه مهمترین اتفاق زندگیش افتاد. در استانبول با دوستی آشنا شد که در شهر آدنا فعالیت سینمایی میکرد. او بود که صدای ابراهیم رو کشف کرد و در کازینوهای آدنا و آنکارا وی رو به روی صحنه برد. در سال 1968 وقتی 16 ساله بود چند آهنگ خوند اما نگرفت، تا اینکه به استانبول رفت و با حمایت عرفای این شهر قطعه کاراکیز یا همون دختر سیاه چرده رو خوند. 10 سال خوند و صدا شنیده شد تا اینکه سال 1978 وقتی 26 ساله بود با قبول پیشنهاد بازیگری در فیلم جیلان جلوی دوربین رفت. ابراهیم در این فیلم با کت سفید، شلوار و بلوز مشکی و یک پاپیون بزرگ سفید با ترانه آی آیم دا کندورا بسیار درخشید و شهرتش 100 برابر شد. او تا سال 2000 در بیش از 30 فیلم به عنوان بازیگر، کارگردان و سرمایه گذار حضور پیدا کرد. تاتلیسس از درآمد سرشار خود ابتدا به راه اندازی چند شرکت تولید موسیقی دست زد تا اینکه وارد سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل، گردشگری و مواد غذایی شد. در نهایت سال 1999 برنامه موسیقی ایبو شو رو به روی آنتن برد و در کنار اون مشغول رستورانداری و کارهای ساخت و ساز در عراق شد. سالهای دهه 80 سالهای آشنایی تمامی اروپا و کشورهای خاورمیانه با آثار وی بود. محبوبیت او در جغرافیای وسیع از یونان گرفته تا افغانستان انتشار پیدا کرد. ایران هم از جمله کشورهایی بود که فیلم‌ها و ترانه‌های این هنرمند در اون پرطرفدار شد. سال 2011 ایبو تاتلیسس 59 ساله در محله شیشلی استانبول بعد از خروج از دفتر برنامه تلویزیونی خود مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت و ترور نافرجامی اتفاق افتاد. زاربان از طریق یک ماشین اقدام به شلیک چندین گلوله کرده و متواری شدند که پزشکان 4 گلوله رو تایید کردند که یکی از اونها به سر وی برخورد کرد. اصابت گلوله به جمجمه و خارج شدن آن باعث شد دولت ترکیه پزشکان شناخته شده ای رو به کشور بیاره تا ایبو رو عمل کنند. با وجود زنده ماندن ایبو و درمان وی در مرکز مغز و اعصاب در آلمان، او دیگر توانایی خواندن نداشت و بخش سمت چپ بدن او فلج شده بود. اما ازدواج‌هاش، ایبو تاتلیسس در اوایل جوانی اولین بار با عدالت دوراک ازدواج کرد که ثمره آن یک پسر به نام احمد تاتلیسس و 2 دختر به نام گلشن و گلدن شد. در سال 1979 ایبو 27 ساله برای بار دوم با پریان ساواش ازدواج کرد که این زندگی 4 سال بیشتر دوام نیاورد و ثمره آن یک دختر به نام ملک زبیده شد. ایبو در سال 1983 وقتی 31 سال داشت با دریا تبانا ازدواج کرد که ثمره آن یک پسر به نام ایدو شد. این رابطه نیز به جدایی و طلاق ختم شد. بعد از ترور و بازگشت از بیمارستان آلمان در سال 2011 وقتی 59 ساله بود با عایشه گلیلدز در مرکز تمامبخشی آشنا شد و این آشنایی به ازدواج ختم شد. اما این دو سال 2013 از هم جدا شدند. اما آخرین رابطه ایبو تاتلیسس با دختری به نام گلچین کاراکایا، دختری 25 ساله که نزدیک به 40 سال با ایبو اختلاف سنی داره. اما خبرها حاکی از اینه که خانواده گلچین کاراکایا با رابطه وی با تاتلیسس مخالفت کردن و گفتن یا رابطه رو تموم کن یا با هم ازدواج کنید.
در این راستا ایبو تارکیسس 63 ساله نیز به دوست دختر 25 ساله خود پیشنهاد ازدواج داده و جواب مثبت هم گرفته. این زوج مشهور همکنون در حال آمادگی برای مراسم عقد خود هستند. گفتنی گلچین کاراکایا رابطه نزدیکی با دختر ایبو تارکیسس دیلان داره. اما ایبو تارکیسس که از مارس 2011 پس از اجرای ایبو شو در استانبول مورد حمله مسلحانه قرار گرفت، پس از 9 سال با این برنامه به عرصه موسیقی برگشت. بعد از مدت‌ها سرویس اطلاعاتی ترکیه موفق شد افرادی رو دستگیر بکنه که در حمله به این خواننده هم دست داشتن. ماجرای ترور اون زمان از عدم حمایت مالی و سیاسی ایبو از یک گروهک تروریستی جدایی طلب عنوان شد. اما برخلاف شایعاتی که سالها قبل پیرامون تنفر ایبو تارکیسس از ایران و ایرانی‌ها وجود داره، او در برنامه‌های مختلف ارادت خود رو به ایرانی‌ها نشون داده. به گفته خودش منشأ شایعات از اونجایی که روزی یک خانم خبرنگار ایرانی از اون میپرسه که آیا شما ایرانی‌ها رو دوست دارید؟ ایبو هم میگه نه. بعد از چند لحظه مکس با حالت تمسخر ادامه میده که چرا چنین سوالاتی رو میپرسید؟ مگه من میتونم ایرانی‌ها رو دوست نداشته باشم؟ که این مصاحبه تنها قسمت اولش پخش شده و ایرانی‌ها رو دچار سوء تفاهم کرده. اما حالا به خاطر شرایط بیماری در دنیا منتظر خبر خوشحال کننده عروسی ایبو تارکیسس با دوست دختر 25 سالشیم. با آرزوی خوشبختی برای این دو زوج با اختلاف سنی زیاد. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفا نظرات خودتون رو راجع به این اتفاق، این هنرمند دوست داشتنی عرصه موسیقی، پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیتمون حمایت بکنید.